که نتونستی دوام بیاری دختر گلم. زندگی توی روستا برای آدمی که با هزار دلیل به شهر وصل شده دشواره. اینطور نیست؟ حوصله‌ام سر نرفته همون. دلیل موندنم از دست رفته. دلیل؟ از شهر اومدم ده که خودم رو گم کنم. برای کارم دلیل داشتم، انگیزه داشتم. امروز صبح اون انگیزه از دست رفت. معلم ما آقای باقری هم مثل توه. فکر میکنه خودشو گم کرده. قصه مینویسه. میخواد تو قصه هاش خودشو پیدا کنه. چقدر خوب و یک دست و بی تکلف مینویسه. آروم و روون مثل خودش. کاش آدمی قدرت داشت فکرشو، خاطراتشو و هرانچه که عذابش میده رو گم کنه، ولی نمیتونه. نمیشه. بیست و پنج ساله این جسمم رو توی جنگل رها کردم، اما اینجا رهام نمیکنه. فکر میکردم تو تنهایی رها میشم، اما نشد. بدتر شد. عادتم نتونستم بکنم. برای همینه که همیشه بیقرار تفنگ برمیدارم راهی جنگل میشم، به این امید که این جسمم رو از پا در بیارم و شاید بتونم شب رو بخوابم. اما نمیشه. چشمای وحشت زده سیاوش رهام نمیکنه. صدای فریاد پسرم که از آتیش گلوله سوخته بود جانم رها نمیکنه. حتی چشمه اشکم هم خشک شده. اما تو زنده ای، جوانی، دنیا مال شما هاست، پس حق نداری که خودت رو گم کنی. آموزگاره، بذار همدم شام آخر بشه. باشم. پس سیاوش گم نشده بود؟ نه، گم نشده بود. بیا تو. سلام. از نرگس خبری نشد؟ دیشب زنگ زد، نگران اوضاع مجله بود. نگفت کجاست، کی میاد؟ خواست بهتون بگم یه گزارش مفصل توی کشوی میزش گذاشته که میتونه 3-4 شماره چاپ بشه. پس این کلیدو بگیر، در اتاقشو باز کن، گزارش‌ها رو بردار. خودت هم پشت میزش بشین تا وقتی برمیگرده. خواهش میکنم. از من نخواهی پشت میزش بشینم. موقت، فقط برای اینکه بهتر بهم کمک کنی. پشت میز خودم هم میتونم. باشه، هر جور راحتی. رعنا شایعه کرده که نامزد نرگس بهش خیانت کرده، اونم سر به بیابون گذاشته. کسی حرف اونو باور نمیکنه. متاسفانه اغلب مردم دهنبینه. انشاءالله که اینطور نیست. لیلا جان برو گزارش های نرگس رو برای من بیار.
بله فرمایید. آیه منده سرجنگ تشریف بردن بیرون. بله. چشم. جنابالی. سرکار خانم دکتر نگار مهرآور. چشم. برشون یادداشت میذارم. خداحافظ. اسفندیار خان. با من کار دارن؟ بله با شما. بله بفرمایید. اگر نرگس نزدیکتونه اسمی از من نیارید. من بیتا هستم. بله. نمیخوام بفهمه من دارم با تو صحبت میکنم. خیلی خوب. خواستم ببینم نرگس دلیل اومدنش میشه شما رو بهتون گفته؟ نگفته؟ یعنی هیچ اشاره ای نکرده؟ خب شما هم کنجکاوی نمی کنید آخه. پس اگه اجازه بدین منم فعلا حرفی نزنم. فقط این که من الان دارم میام اونجا با هر حیله شده برش گردونم شهر. از کدوم راه؟ خوبه. پس بهم کمک میکنید؟ خواستم اونم نرگس خودش خواسته برگرده؟ خیلی خب پس تو راه بهتون میرسم. خداحافظ. 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 تا من بنزین بزنم برو پایین یه هوایی بخور. این هوا تو تهران گیرت نمیاد.
عجب سکوت تلخی داری دختر. دارم فکر میکنم اما به نتیجه‌ای نمیرسم. خب اگه فکر میکنی به من مربوط میشه بگو تا کمکت کنم. کی بهتون تلفن کرد که شما اینقدر پر رمز و راز باش حرف زدین؟ واقعا؟ من پر رمز و راز حرف میزنم؟ به نظرم اینطور بود. میدونی نرگس جان گاهی هفته ها هم صحبتی ندارم. انقدر تو سکوت زندگی میکنم که وقتی میخوام کسی رو صدا کنم گلوم میگیره. شاید به خاطر همینه که استفاده از کلمات برام مشکل شده. اما مطمئن باش که قصدی در کار نبوده. خب شاید خودخواهی باشه. اما ای کاش تو دلیل موندنت رو از دست نمیدادی و برای همیشه پیش من میموندی. نمیدونی تو این چند روز چه احساس خوبی داشتم. برگردی تهران. پدر بزرگ خیلی خوشحال میشه. نه. من هیچ جا قرار نمیگیرم. این بیقراری از وقتی مادرم مرد افتاد به جون. مامانی هیچ وقت نتونست جای مادرتونو پر کنه؟ مادر بزرگت زن نازنینیه. اما هیچ کس نتونست جای مادرم رو برام پر کنه. بابایی به خاطر تنهایی من با مادر بزرگت وصلت کرد. اما چطور بگم؟ الفت تو با پدرت عین عشق من به مادرم بود. عشقی که به پسرم بخشیدمش. که اونم میخوای بریم؟ هوای شما چقدر متغیره عمو. آفتاب شد. طبیعت شمال عین طبیعت تو بود. غافلگیر کننده و غیر قابل پیش. چون میخوام برگردم تهران اینو میگی؟ نه نظرمو گفتم. ما از مه عبور کردیم و حالا به آفتاب رسیدیم. وقتی من برگردم تو گردنه بارون بود. چقدر شاعرانه. طبیعت شمال شاعرانه و غمگینه. این کیه چراغ میزنه؟ نمیدونم. انگار بیتاس. حتما اومده به من سر بزنه. راستی چرا تلفن نکرد؟ تو که تلفنتو خاموش کرده بودی خانم.
سلام. سلام. کجا داری میرین؟ من داشتم میامدم پیش شما. حوصله یه نرگسم سر رفته بود، داشتم میآوردمش پیش شما. دختر من داشتم میامدم به شما سر بزنم. عمو جون بازم میام پیشتون، با اجازتون بقیه راه مزاحم شما نباشم، با بیتا برم. باشه عزیزم برو، اما فقط یادت باشه اگه پدرت نیست من هستم، همیشه همه جا. پس باهاتون خدافظی نمی‌کنم. بسیار خوب، وداع نمی‌کنیم. خدا نگهدار. دل داریم تلفن تو که خاموش میکنی، زنگم که نمیزنی. تو بودی با عمو اسفندیار تلفنی حرف میزدی؟ اون که تلفن نداره که، تاریک دنیا شده. تو نبودی؟ مگه تلفن داره؟ پس تو نبودی؟ تو چرا انقدر دختر شکاک شدی؟ چمدونی تو از چی آوردی؟ میخوام برگردم تهران. به این زودی؟ خب دیگه انگیزه برای موندن ندارم. مگه من میذارم؟ دلم لک زده واسه اینقدر غیبت. نبیتا جون باید برگردم. این همون موقع هاتی لجوج یه دنده خود رای. Oh.
شاید خودش باشه. الو؟ الو؟ قطع شد. بله، منزل آقای بهرامی. سلام علی آقا، اسفندیارم. به قول خانمتون سیمرغ. ممنون از مرحمت شما. فکر کردم با بیتا خانم سری به ما میزنید. بله بله، یه 10 دقیقه هست از هم جدا شدیم. بله، با نرگس چون دارم میان پیش شما. اینجا که من هستم بارونیه، اما اونجا که من به بیتا خانم رسیدم هوا آفتابی بود. راستش کیف نرگسشون جا مونده تو ماشین من. بله. نه نه نه، شماره خانمو ندارم. خب بفرمایید، یادداشت میکنم. متشکرم. خیلی ممنون، منتظرتون هستم. قربانشون. باید علی باشه. بله. الو. سلام سیمرغم. ای سلام امو اسفندیار. اول بگو ببینم هوای جاده پایین چطوره؟ خب خدا رو شکر آفتابیه. خب گوش کن. بله؟ گیج خانم کیفتو جا گذاشتی، بعد برگردیم. بله. الو. الو نرگسم. بابای چرا حرف نمیزنی دخترم؟ منم بابایی؟ حرف بزن. بدش من نرگس جونم، نرگس عزیز، نرگس مامانی من. نرگس خانم برگشت تهران. یه مرده
عوضی گرفتی آقا. الو 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 نرگس خانم برگشت تهران. انگار اشتباه گرفتم. بله اشتباه گرفتی پدر. این مرد از کجا میدونست که نرگس رفته تهران؟ یعنی کی بود؟ الان معلوم شد. معلومه دلم پیشتون مونده که کیفمو جا گذاشتم. کاش هم دلت پیشم بود هم خودت. اینطور حرف بزنی نمیرم عمو، برمیگردم آ. ای کاش راست میگفتی. دارم شل میشم آ. بس بپر بالا برگردیم ده. عمو کجا؟ نرگس باید با من بیاد. من تو شهر باش کار دارم. دل دل نکن دختر. من که با تون خداحافظی نکردم. پس نرو. عمو جون مرددش نکنین دیگه، بذاریم بیاد، من باش کار دارم. تصمیم با خودشه. میرم ولی زود برمیگردم. باشه خدا به همراهت دختر.
پس چرا نگه داشتی؟ شیر و کیک این کافه خیلی معروفه. شیر داغ با کیک هم خوشمزه است، هم آدم سرحال میاره. نه بیتا جون، من اصلا میل ندارم. ای بابا حالتو بیا، شاید عوض کردی. ساکت رو کجا میاری؟ حواسم نبود. شیر که خوردیم بریم یه دو تیکه طلا بگیریم ها؟ باشه، فقط عجله کن بعد منو برسونی ترمینال. نمیخوای با علی خدافظی کنی؟ آروم و قرار ندارم، تو از طرف من خدافظی کن. تو خودتو بذار جای اون، ناراحت نمیشدی؟ خیلی خوب، پس عجله کن. بفهم. خیلی من عجب شیر غلیظ و خوشمزه ای. گفتم بخوری خوشت میاد. طلا چی میخوای بخری؟ نمیدونم، تو انتخابش موندم. میشه یه زن تو انتخاب طلا در بمونه؟ رنگت پرید. چی شد؟ نرگس؟ فرامرز. فرامرز؟ نگاه نکن. تو باش قرار گذاشتی؟ من؟ آخه بین 1,000,000 تصادف همچی تصادفی ممکنه؟ نرگس واقعا که بعد الان ایتالیا باشه، من نمیدونم اینجا چی کار میکنه. خب شاید اشتباه میکنی. اشتباه نمی کنم. نگاه نکن. خب میخوای برو از نزدیک ببینش. اذیت نکن، من نمیخوام باش رو در رو بشم. میشینیم تا بره. اگر ناغافل برگشت و منو دید چی؟ پس میخوای آروم پشو بریم؟ نگاش به این بیفته منو میشناسه. از پشت چجوری میخواد تو رو بشناسه؟ من میگم که چادرتو درار، بذار تو کیفت، من پهلو به پهلوت را میام تا از کنارش بگذاریم بریم. اون بو میکشه، اگر تو 100 تا پارچه قنداقم کنی باز میشناسه. پس یه همچین مردی رو با این همه عشق و علاقه برای چی علاف خودت کردی؟ بیتا جان گفتم که ببین، من این چیزا رو قبول ندارم، تو باید بیشتر فکر کنی. خیلی خوب، حالا وقتی بحث و جدل نیست،
من میگم تو برو باش آشنایی بده، سویچت هم بده به من، تا تو سرشو گرم کنی من میرم بیرون. من خجالت میکشم. مطمئنی این تصادفم از پیش طراحی نشده؟ دیگه چی؟ هر چی حساب میکنم. خیلی خب، حالا که اینجور شد من میرم. ناراحت شدی؟ ناراحت که بله، ولی خب تو هم حق داری دیگه. خیلی خب، پس اول حساب کن تا موقع رفتن جلوی منو نگیرن. خیلی خب، حساب میکنم. سلام، شما آقای مهندس ارژنگ هستین؟ بله خودم هستم، بفهمید. لو رفتیم؟ نه، نزدیک بود لو بریم. خب نگاه نکنیم دیگه تا بره. بره که بره؟ نه، سوینچ ماشین از من گره، قرار شد بره بشینه تو ماشین، منم سر شما رو گرم کنم، حالا تا بعد. میگم خوب کلک به فکرت رسیدا. زودتر بی تا جان، یه وقت نیاد. سویچو بده چشم. سویچ؟ کجا گذاشتمش؟ چیه گمش کردی؟ قربون حواس جمع. ای کجا گذاشتمش؟ آه بگیر، عجله کن. خوش دو بر لوس کرده. چه مرگه شدی ها؟ نمیدونم والا. یه با واسه خودم مکانیکم ها. در کاپوتو چرا نمیبندی؟